کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشکش می کند. در کشوری که بیش از چهل سال آپارتاید جنسیتی سنگینی از سوی حکومت دینی بر آن تحمیل است بانگ زن زندگی آزادی چگونه پدید آمد چرا و چگونه جهانی شد خومینیزم با رد دو پایه پای در ایران گرفت پایه میهن و پایه زن او با هر دو در جنگ است و هر دو را برای بدنهادی ها و جنگ هایش میخواهد با پاسخ به این پرسش که چه احساسی از بازگشت به ایرانداری خمینی گفت هیچ و این هیچ آشکار کردن جنگ او با ایران و ایرانی بود از هنگامی که قدم شومش را در خاک پاک ایران گذاشت خمینی و خومینیزم تنها یک انگیزه داشت و دارد هیچ کردن ایران و ایرانی و اما زن را با اولین اقدام انقلابیش آشکار کرد آن هم دوباره به زیر چادر و چاخچول کشیدن زنان بود یعنی هیچ کردن زنان ایرانی در یک سخنرانی گفت زنان لخت به اداره جاد می رفتند اکنون که در کشور مسلمان هستند باید با هجاب بیرون روند اما هجاب چیست؟ هجاب واژه عربی و معنای پرده را دارد خامگمان خمینی فکر می کرد که با یک پند یا سخن می تواند زنانی را که مادر بزرگهایشان دهه ها برای آزادی از این پرده و پستوها جنگیده بودند را دوباره زیر چادر چاخچول و پرده و پستو برد اما هزاران زن ایرانی به خیابان ها ریختند و هفته ها با او و با زن ستیزیش به پیکار برخواستند روحانیون و اسلامیست های مست از قدرت چون دیدند که زنان ایران تن به خواست امام بی بی سی زاده نمی دهند لات و لنپنهای چاقوکش سنتی ملایان را به میدان فرا خواندند. زنان را با چاقو و زنجیر دنبال و تهدید می کردند و با روسری یا توسری از همان روز نخست به زنان حمله کرده و از آنها کشته ها گرفتند. سرانجام پس از سه سال پیکار بی امان با تیغ و پونز و اسید و با قوانین بیابان خوی گرانه خود همه زنان را بر زیر پرده آپارتاید جنسی خود بردند. از این پس تاخت و تاز خشن و کشنده بر جسم و جان زنان ایران زمین را بی محابا آغاز کردند. سربون رفته هایی چون بنی صدر آیه از علم آوردند او بی شرمانی گفت دانش ثابت کرده است که از موی زنان عشعی بیرون می جهد که مردان را از خود بیخود خود می کند یا به زبان او تحریک می کند گروه, گروه های چپ هم که شیفته امام بی بی سی زاده و ضد امپریالیزم خود شده بودند به زنان گفتند نمی میرید که یه تیک پاچه رو سرتون بندازید و بدین گونه آزادی و تن و زندگی زنان را به دست آدم کشان سپردند پس از آن میدانیم میلیون میلیون بودجه کشور برای به چاق چول کشیدن زنان رفت دهها و دهها دستگاه سرکوب زنان از گشت ارشاد و جند و بسیجی و امنیت اخلاقی و امنیت اسلام و غیره بسیج شدند تا بر زنان ایران زمین بتازند و بر جان و تن ایشان دست اندازی کنند و آنان را کشتار نمایند با اینکه زنان ایران زمین را زیر پرده آپارتاید خود بردند هرگز زنان را آسوده نگذاشتند از آن پس نماز جمعه هایشان رادیو و تلویزیون نوشته های دبستان و دانشگاه ها و دیوار خیابان ها و بدنه درختان شدند بنگاه پروپاگاند زن ستیز آنان زنان ایران را گاه به شیرینی گاه به گوهر گاه به چیزهای دیگر سنجیدند و همان گونه مردان را با مگس که روی شیرینی می نشیند یا به سیب زمینی بیرگ اگر زنش را نمیکشد یا گوهردوز نامیدند آنان زنان را پست و خار خواستند ماشین بچهزا و دیگر هیچ بر اساس قانون ددمنش مجازات اسلامی قیمت بر جان انسانها نهادند میدانید چه قیمتی بر جان یک زن نهادند؟ قیمت زندگی یک زن کمتر از قیمت بیزه چپ یک مرد است اگر زنی بالگد یا هر چیز دیگری بیزه چپ مردی را که میخواست به او دست رازی کند ناقص کند و آن مرد زن را بکشد خانواده زن باید تفاوت دیه بین جان زن و بیزه چپ مرد را بپردازند سپس خواهان مجازات مرد نابکار شوند حجاب اسلامی آلتی شد در دست آنان تا به زنان دسترسی مفت و مجانی داشته باشند نویسنده خود این را آزموده است در حالی که با پسرموی خود در خیابان راه می رفتیم، یکی از این نکبت گشت ارشاد اسلامی ما را دستگیر کرد. کمیتهشان پر بود از جوانان کم سن و سال چون ما. پس از ساعتها پر جوی جداگانه از من و پسرمویم، هنگامی که هوا داشت تاریک می شد، سرپرست گشتی که ما را تومه خود کرده بود، به من گفت تو که با این پسر جوان هستی میتوانی با من هم باشی. بگو آره تا رهایتان کنم. من که تا این زمان نمیخواستم پدر خود را نگران کرده و از او بخواهم که برای باز پس گرفتن ما به کمیته بیاید. من که اینگونه زحمت بیهوده و آزار دادن پدر را ننگ خود میدانستم ناچار شماره تلفن خانه را به او دادم. یاد آوریم در سالهای دهه شست چه ها با دخترکان زندانی ایران کردند بر جان و تن دختران پانزده شانزده ده سالی زندانی سیاسی دست درازی کردند تا پس از اعدام و کشتنشان به سبب باکرگی به بهشت نحس و شومشان نروند آیا این بهشتی که آنان برایش این همه سینه چاک می کنند و میگویند که در آن بهشت جهادگرانشان می توانند تا ابد با هفتاد و دو هوری هم خوابگی کنند و آنها همیشه باکره میمانند همین ایران ما نیست آنان با هجاب اسلامیشان چهل و چهار سال است که تن و پیکر زنان ایران را میدان تاخت و تاز خود کردهاند یادمان نمی رود چند سال پیش در یکی از جشنها در تهران به خانه که جوانان در آن پایکوبی می کردند، حمله بردند و دختران و زنان را با خود برده و به ایشان به سبب نداشتن هجاب و رفتن به جشنی که پسران در آن بودند دست درازی کردند دهها بود که مردان با اینان با این دشمنان ایران در به زنجیر کشیدن زنان یا همکاری کردند یا در بهترین حالت سکوت کردند و زنکشی آنچنان در ایران عادی شد که گویا مگس است آرمینای چهارده ساله را فراموش نمی کنیم. پدرش از وکیل راهنمایی خواست و خاطر شد که کشتن دخترکش برایش مباه است در حالی که کرونای چینی در ایران کشدار میکرد این مرد بر اساس قانون اسلام دخترش را کشدار کرد رژیم با آپارتاید جنسیاش با چند پاره استخوان برتری و امتیازی که به مردان داد آنان را با خود همراه کرد یا آنها را به خاموشی وادارید اما تا زن به زنجیر باشد مرد هم برده است چون زن زندگی است زن زندگی آفرین است آیا می شود زندگی را به زنجیر کشید آیا می شود آفرینش را به زنجیر کشید و آزادی را و خواست آزادی را به زنجیر کشید انسان هر چند هم به بردگیش عادت کرده باشد و از ترس پذیرای آن باشد باز هم در ته دل خود می داند که بدون آزادی زنده ماندن ارجی ندارد رژیم اما زنان را کشت و کشت بنهای گشت اسلامی زنان را که به هنگام بازداشت پایداری می کردند به زیر گرفت هنگام بازداشت سر و چهره زنان را خونین و مالین کردند مردان با تماشا می کردند رژیم به رنگ ناخون، اندازه مو حالت لبان زنان جریمه گذارد. زنان را از اتومبیل هایشان بیرون کشید و پیاده روان کار و خانهشان کرد و برای بازپس دادن اتومبیل ها جریمه های سنگین از آنان خواست اما مردان دیدند و شنیدند و گذشتند. برخی مردان که خود را در این بندگی خدا میپنداشتند گاه همسر خود را از رفتن به بیرون از ایران برای داوری یک مسابقه یا شرکت در یک کنفرانس باز داشتند زنان اگر برای کار خود یا برای گردش به شهر دیگری می رفتند هتل ها به آنان اتاق ندادند باید زنان میرفتند و از کمیته محل هتل پروانه میخواستند این چنین آدرس و پروانه تازیدن شبانه به دامن زنان به کمیته چیان پیشکش میشد در اسفهان حتی به زنان در پرده اسلامی اسید پاشی کردند تا آنان تنها در گوشه خانه خود بمانند و باز هم خاموشی مردان اما آمد آنچه دیر یا زود باید پیش می آمد. این بار جینای جوان کرد که برای گردش به تهران رفته بود به دست آدمکشان ددمنش به خاک و خون کشیده شد اما هنگامی که خونها جاری شوند رود می شوند و رودها به دریا می ریزند اما دریا در خون ژینا محسا امینی بیقرار و در خروش بود این دریا چشم به راه به آغوش گرفتن رودهای بیکران بود روز خاک سپاری او بانگ ژن ژیان آزادی جای گریه وزاری جای قرآن خانی و اخطف آخوندی را گرفت زمانی کوتاه نگذشت که خیابانهای کردستان را در به تهران رسید و سپس سراسر ایران و جهانی شد آری خیزش خون جینا بانگ زن زندگی آزادی را زاد زن زندگی آزادی به همه زبانهای جهان برگردانده شد در همه زبانهای گیتی گفته شد حتی انقلاب بزرگ فرانسه و انقلاب کمونیستی با همه ادعای جهانگیریش هرگز نتوانستند با این سرعت در همه جا و در همه دلها راه یابند و بر همه زبانها و جانها جاری شوند اما زن زندگی آزادی چه میگوید پاسخش را همان کسانی که در کف خیابانها هستند دادند این انقلاب زنانه است هدف کل نظام است آری، زایش زن زندگی آزادی، زدایش اصل ولایت فقی، زدایش رعیت بودگی، زدایش بهاشی رانده شدگی و زدایش فروده است بودگی و زدایش بردگی است. بانک های از تهران تا کردستان ستم علیه زنان، از کردستان تا تبریز، صبر ما شده لبریز و خونین تمام ایران از زاهدان تا مازندران نشان همبستگی است نشانگر این است که زن زندگی آزادی هم سرائی و هم خانی و هم خانگی را آفریده است سرانجام پس از قرنها ما فهمیده ایم که ایران خانه ماست و ایرانی هم خانه ما اگر خاری بر پای هر ایرانی رود همه ما به درد می آییم. در حالی که خومینیچیان همه نیروی خود و دارایی ایران را به کار برده بودند تا ما را از هم جدا جدا کنند با آپارتاید جنسیش بین زن و مرد با نفرت پراکنی بر ضد کرد، لور، بلوچ، فارس، ترک و مازنی و بختیاری با جگهای زیر تنبانیش درباره قزوین با انگ خارج نشینی ایرانیان دور از میهن را از خانواده ایران جدا میخواست و با جاسوسهایش بیگانگی بین ایرانیان در کشورهای بیگانه انداخته بود بین همه توده های ایران جدایی انداخته تا بتواند بماند و بچاپد اما خون پاک و دریاوار ژینا به یک بار افسونش را شکست برای اولین بار ما دلاوری و پایکوبی بلوچ را ستودیم به یک بار هر ایرانی دلداده پایکوبی زیبای خدانور زیبارو شد به یک بار پرده از مقدسات پوشالی ایدولوژی رژیم کودککش فرو افتاد و ورجاوندهای دیگر در همان زمان آفرینش یافتند با آنکه رژیم اسلامی با پروپاگاندای خود ما را بازشترین و پسترین ها همخوی و همسو میخواست جنبش زن زندگی آزادی جنبش زن است زندگی است و آزادی است و بارش مرد است میهن است و آبادی است این است که مردان ایران زمین به پشتیبانی زنان به خیابانها ریختند و فریاد زن زندگی آزادی جهانی شد. آنان برای زنانی که با پایکوبی و شادی هجاب اسلامی را آتش میزنند، دست میزنند و آفرین میگویند چون میدانند اکنون با آزادی زنان آنان و ایران آزاد خواهند شد. با بانگ زن زندگی آزادی ایرانیان زنجیر بردگی پاره کرده و پیمان همسری و همسویی با جهان آزاد بستند کشته شدند کشته میشوند اما آزاد این گونه است آبروی رفته و به لجن کشیده شده ایران را به سبب آپارتاید جنسیتی خمینیچیان به ایرانیان بازگردانیدند امروز دیگر ایرانی از ایرانی بودنش شرم ندارد جهانیان بانگ زن زندگی آزادی ایرانی را زمزمه می کنند و به آن آفرین می گویند و با آن می آفرینند. نگاه کنید در این چهار ماه در خود ایران و بین ایرانیان در بیرون از کشور چگونه جانها در جهش و آفرینش و خیزش است. با ترانه ها، سروده ها، با آفرینش های هنری و بویژه با هم بودن ها با هم دیگر را در آغوش گرفتن ها با از هم نترسیدن ها با هم هم فریاد شدن ها به پیکار بنیاد ایدئولوژی خشن و مردسالار انیرانی و خودکامه رژیم ملایان رفتهاند. در بوکان در خاک سپاری نور چشمش پدر جاوی نام محمد حسنزاده گفت امروز اگر مردی بتواند خیلی مرد باشد باید بتواند خیلی زن باشد با این گفته کوتاه گفت میداند که چه برسر زنان با آپارتاید جنسیتی ملایان رفته است رژیمی که حتی در کشتن و زخمی کردن آپارتاید کرداریش را فراموش نمی کند. این آدمکشان هنگامی که به زنان حمله می کنند بر چهره، چشم، پستان و آلت زنانگیشان را نشانه می گیرن. زن زندگی آزادی جنبش ایستادن در برابر مرگ و نابودی است. ایرانیان با زن زندگی آزادی نشان دادند که نیکی و بدی، پاکی و پلشتی، و نفرت و دلدادگی یکی نیستند و نمی توانند باشند با زندگی آزادی به یکباره باره پشمهنجارهای پوسیده و پوشالی و ای که به ایرانیان چپانده شده بود فرو ریخت دلدادگی به میهن و به آزادی و جان دادن برای میهن و آزادی جای همه ناهنجاری های رژیم را گرفت از کردستان تا تهران جانم فدای ایران از بلوچستان تا مازندران جانم فدای ایران شادی و پایکوبی که حتی بر زبان آوردنشان را رژیم اسلامی برای ایرانیان گناه و ناروا میداند در جای جای ایران جوشیدن گرفت همه و همه در جنبش انقلابی جنگیان آزادی جهیدند و پای کوبیدند و با اینکه سوگوار جان بودند حتی برای شکست تیم فوتبال ملایان با موزیک و شادی به خیابان ها ریختند جنبش زن زندگی آزادی نه تنها ریشه همه افسانه های توتالیسم اسلامی را فرو ریخت این خود خدای انگارهای ساختگی را با یک تکان دست شکست اینجاست که ما ایرانیان چون خدا نورمان چون کیان ده سالهمان میآفرینیم آری برای نخستین بار ما ایرانی بودنمان را میآفرینیم ما ملت و ملی بودن خود را مییابیم ما حتی آدم بودن خود را میآفرینیم یاد ما نرود خمینی در اولین سخنرانیش در گورستان تهران گفت ما میخواهیم شما را آدم کنیم و معنایش این بود ما شما را چون زمان قجر رعیت و برده و جانور خواهیم پنداشت زنانتان را به زیر پرده خواهیم کشانید و برای بهشت دروغینمان زندگی شما را جهنم خواهیم کرد اما ما با زن زندگی آزادی آزاد بودن خود را آفریدیم زن بودن کرد بودن بلوچ و لور مازنی ترکمنی و ترک و قشقایی و عرب گیلک و بندری و شمالی و در یک واژه ایرانی بودن خود را آفریدیم رژیم توتالیتر ملایان دیگر نه راه پس دارد نه راه پیش آری میتواند داعشوار چند بامدادی از جوانان ما را به کشد می تواند لاش خوروار کشته های ما را از گورها بدوزد می تواند پس از خود خدای انگاری طالبان کرداری کند اما همان گونه که ایرانیان در کوی و برزن می نویسند ما را از سر بریده می ترسانید ما با دستان خالی در برابر خونخوارترین های روی زمین ایستاده ایم ما ایرانمان را پس میگیریم آبای بود دات